بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، با مجموعه اخبار در این ساعت خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. نگرانی جبهه نوین ملی و شمار سیاسون در مورد انتخابات آینده ولسی جرگه. مسدود شدن دروازه کمیسیون انتخابات غزنی از سوی بزرگان قومی و فعالان مدنی. و اتخاذ تدابیر شدید امنیتی به خاطر ملاقات رهبران کره جنوبی و شمالی بر روز جمعه در نزدیک سرحدات این کشورها. این هم مشروع خبرها. من اسم طلاء احمد زئی هستم. جبهه نوین ملی و شمار سیاسون در مورد انتخابات آینده ولسی جرگه نگرانی ابراز کردند. انوارالحق احدی و احمد ولی مسعود گفتند پروسه جاری برای انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها آهسته و حکومت به طور عمدی به تقلب زمینه فراهم می کند. آنها این اظهارات را در نشستی که به مناسبت 8 سور روز پیروزی مجاهدین برگزار شده بود بیان کردند. هشتم سور با 26مین سال روز پیروزی مجاهدین در برابر روزها مصادف است که از سوی جبهه نوین ملی تجلیل گردید. بیشتر تمرکز سخنرانان بر انتقادات بالای حکومت کنونی بود و حکومت فعلی را در تعهدات خود ناکام دانست. انوارالله قهدی رئیس جبهه نوین ملی با اشاره به انتخابات آینده ولسی جرگه گفت ثبت نام جاری برخلاف توقع است. به کوم ډول چې اوس د انتخاباتو پروسه روانه ده، د سلیقوي برخورد او تقلب لپاره زمینه مساعده ده. د افغانستان خلق او سیاسون په دغې پروسې کې له دې عمل اشتراک نه کوي چې د پروسې له شفافیت نه مطمئن دي، بلکې داسې دې حکومت په ډېره ناروا له خلکو نه بهتر بدیلونه له منځه وړي. احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود نیز بر انتخابات آینده انتقاد کرد و ادعا نمود که حکومت مصروف تقلب برای انتخابات آینده است. ما میبینیم حکومت اراده به خاطر یک انتخابات شفاف عادلانه و دموکراتیک نداره. این حکومت رفته به خارجی‌ها گفته وضعیت افغانستان طوری است که می‌بینین این مردم تا حال آماده دموکراسی و انتخابات شفاف عادلانه نیستن. شما از ما توقع نکنین. عبدالهادی ارغندوال وزیر پیشین اقتصاد هشتم سور را روز پیروزی مجاهدین دانست و افزود که جهانیان نیز به دلیل قربانی‌های افغان‌ها در امن هستند. ولی هم باید به خاطر نجات مملکت خود متحدانه عمل بکنیم، نگذاریم که توطئه کنن، نگذاریم که کسی را پشتون علی تاجک، تاجک علی پشتون، ازبک علی ازاره، ازاره علی ازبک در این کشور به کار ببرن. اتحاد شوروی سابق 26 سال پیش قبل در افغانستان شکست خورد، اما بعد از آن احزاب حاکم در این کشور مصروف جنگ های داخلی با هم دیگر شدند که یک بخش جنجال های کنونی با آنها منصوب است. بزرگان قومی و فعالان مدنی در غزنی دروازه کمیسیون انتخابات را مسدود کرد و هشدار دادند اگر خواسته های آنان پذیرفته نشود به کمیسیون اجازه کار نخواهد داد. اعتراض کنندگان خواهان انتخابات حوزوی هستند و نگرانی دارند که بدون برگزاری انتخابات به شکل حوزوی حقوق آنها پامال می شود. این مردم از تجارت گذشته خسته شدند و دروازه های کمیسیون انتخابات را مسدود کرد. قوم خواست نیست و خواست مشخص نیز ندارند، بلکه بر سراسری شدن انتخابات تاکید می کند. آنان می گویند اگر خواسته هایشان پذیرفته نشود با باز شدن دروازه اجازه نخواهد داد. اشتراک کنندگان هشدار می دهد اگر انتخابات به شکل حوزوی برگزار نشود نه تنها خودشان در آن اشتراک نمی کند، بلکه به کارهای کمیسیون نیز اجازه نمی دهد. تعطیل کرده که موږ نه د تاجکو نه د پښتنو اتلس ولسوالي یو په درې ولسوالي مرکز حساب ده څوارلس موږ یو درې ولسوالیو په لاس کې هم د انتخاباتو کمیسیون ده ملي شورا ده. تر هغو پورې چې ټاکنې حوزوي نسي او د انتخاباتو غزني په تشکیل کې تغییر را نسي زموږ د تعصم به ادامه لري او د انتخاباتو دروازې ته به خلک واچول، نه به مامورینو ته اجازه ورکړو نه به بل چا ته اجازه ورکړو. تر هغو پورې چې غوښتنې ونه منل سي تعصم به ادامه لري. د پروژې نه د محروم کلم دولت د تعلیم نه د محروم کړی تر اوسه پورې د معارف نه د محروم کړی یم، د سیاست نه د محروم کړی یم، د انساني ژوند نه د محروم کړی یم دولت.
اکنون تنها در غزنی به دروازه های کمیسیون انتخابات قفل انداخته شد، اما آن را کافی نمی داند. آنان هشدار می دهد اگر خواسته هایشان پذیرفته نشود، راه های دیگر را نیز در نظر گرفتند. اگر به خواسته های ما دولت مرکزی جواب ندهد، ما را هم بند داریم. بازو افتش خدای نخواسته که مشکل کلان به چولت غزنی پیدا شد. تیر اته کاله خلاص کاله د موږ په پارلمان کې یوولس وکیلانو د غزنی د درې یوولس ولې خلک تللي وو. خو بنا نه هغه مشکل، هغه مرض، هغه درد، هغه شهیدان، هغه زخمیان، هغه بندیان چې د موږ د تقریبا د څوارلس ولسوالۍ د پښتنو خلکو ورځ غم ده، شپې غم ده، مړې ورته پروت دي. د موږ ږغ په پارلمان کې څوک نه شي کولی او نه شي کړی. در انتخابات گذشته ولسی جرګه قوم خاص از غزنی به ولسی جرګه رایافتند که عکس العمل های تند قوم دیگر را در این ولایت برانگیختند. اکنون نگرانی های این است که انتخابات به شکل حوزوی و سراسری برگزار نشود، تجربه های گذشته تکرار و اقوام دیگر از حق داشتن نماینده در شورای ملی محروم خواهد شد. تمایل اشتراک مردم در پروسه ثبت نام برای انتخابات در قندوز بیشتر شده است. مردم در روزهای اول در آنجا به مراکز ثبت نام نمی رفتند، اما در بعض مناطق به تلاش های بزرگان قومی و علمای دینی مردم به سوی مراکز ثبت نام برای انتخابات می روند. به شرایط سره برابر دی که هغه خوندې وي، که هغه وروڼه وي، ځوانان وي، مشران وي، ټول باید دغه ملي پروسې ته په ملي فکر سره ور ودانګي او خپل ثبت نام وکوي، خپل د رایې هغه کار ترلاسه کړي. که موقع دا ده چې په دې پروسه کې تاسو فعاله ونډه واخلئ، هر نو منفي تبلیغات چې په دې لاره کېږي تا هوی یو طرف ته، بلکه تاسو خپل په ملی فکر، خپل ملی پروسه ته داخل سی. از برکت جهاد افغان ها در مقابل اتحاد شوروی سابق بر علاوه افغانستان و پاکستان، کشورهای شرقی میانه نیز استقلال به دست آوردند. حزب حرکت انقلاب اسلامی میگوید 8 ثور و 28 اسد روزهای تاریخی افغانستان است و ثابت می سازد که متجاوزین در اینجا شکست می خورند. اکنون تاکید بر این است که مردم افغانستان بر علاوه پیروزی در جنگ، اکنون در مردم سالاری نیز موفقیت خود را نشان دهند و در انتخابات اشتراک نمایند. هفتم و هشتم ثور روزهای سیاه در تاریخ افغانستان یاد شدند. حزب همبستگی ملی با راه اندازی تظاهرات خواهان و محاکمه عاملان هفتم و هشتم ثور شدند. حزب همبستگی ملی میگوید این روزها آغاز بدبختی ها برای مردم افغانستان بود. امروز مشکل اصلی افغانستان تنها طالب و داعش نیست، بلکه امیر جنایتکارای تنظیمی است که با معاملگری، چوکی پرستی و دلار پرستیشان افغانستان را تباه کرده. حدود 40 سال قبل از امروز به تاریخ هفتم ثور عظمت نظام جمهوری در افغانستان از بین رفت. حزب دموکراتیک خلق افغانستان از طریق یک کودتای خونین حکومت سردار محمد داود خان را سقوط داد. بعد از سقوط حکومت سردار محمد داود خان، نور محمد ترکی تهداب اولین رژیم کمونیستی را گذاشت. شمار زیاد به این باور هستند که هفتم ثور یکی از عوامل عمده وضعیت بدجاری در افغانستان است که افغانستان را به میدان رقابت ها میان کشورهای همسایه و شمار کشورهای مقتدر جهان مبدل ساخت. اکثریت مردم افغانستان امروز به این باور هستند که سرآغاز بدبختی های افغانستان از روز کودتای هفت ثور شروع شد و تا امروز دامنگیر ماست و متاسفانه ما تا هنوز هم به شعله های عمو حادثه می سوزیم. بر اساس معلومات اخیر حدود 3.5 میلیون طفل از تعلیم محروم ماندند. مقامات ریاست جمهوری می پذیرد که صدها مکتب مسدود گردیده و نزدیک به 6000 مکتب ساختمان ندارد. با این حال وزارت معارف مشکلات را میپذیرد، اما از ایجاد اصلاحات و ظرفیت سازی اطمینان میدهد. در حدود 3.5 میلیون کودک دور مانده از دانش و از آموختن. همین رقم در حدود 1000 مکتب بسته است در سطح افغانستان. اذیت و آزار زنان در اینترنت سهم زنان در تکنولوژی را کم رنگ ساخته است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید سیستم های اینترنتی را ایجاد نموده که توسط از آزار و اذیت زنان در اینترنت جلوگیری و عاملان آن گرفتار خواهد شد. با این حال وزارت امور زنان از حکومت میخواهند که در تکنولوژی و حکومت داری الکترونیکی توجه نماید.
مشکلی که ما فعلا داریم مسئول نیست فضای اینترنتی برای خانم هایی که فعلا در بخش تکنولوژی معلوماتی و یا در بخش مخابرات کار میکنن. مشکلات متعدده دارن. اگر بخواین در یکی از سوشل میدیا ها و یا بویم در شبکه های اجتماعی اونا یک اکاونت داشته باشن، مشکلات مختلف را مواجه میشن. به می شکل خانمای افغانم می داره. درست است که در جامعه که ما زندگی می کنیم چالش‌های اخلاقی وجود داره، چالش‌های فساد اداری وجود داره. انواع و اقسام مشکلاتی که سرکوب می کنه یک جوانی که رو بیاره بره به طرف مخابرات تکنولوژی. وزارت شهرسازی و مسکن به طور رسمی امروز شهرک امارات را افتتاح کرد. وزیر شهرسازی و مسکن به تمام مردم که پروسه خریداری منازل را تکمیل کرده بودند، خانه ها سپرد. سرک ها، برق و آب این پروژه تا حال تنظیم نشده است، اما تعهد کرد که کارهای آن در 3 ماه تکمیل خواهد شد. خبرهای داخلی در همین جا به پایان می رسد، اما خبرهای جهان هم تا لحظات بعد تقدیمتان می گردد. ادامه اخبار و این هم چند خبر از جهان. رهبران کره جنوبی و کره شمالی به روز جمعه در نزدیکی سرحدات میان دو کشور ملاقات خواهند کرد. بر اساس گزارش ها همراه گیم جونگ اون رهبر کره شمالی با شمول خواهر وی نو مقام دیگر نیز همراهی خواهند کرد. بعد از گذشت 1 دهه برای اولین بار رهبران این کشورها با هم مذاکرات مستقیم انجام می دهند. نیروهای کره جنوبی و شمالی به خاطر این ملاقات تدابیر شدید امنیتی گرفتند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از آمریکا خواست که از توافق انجام شده میان ایران و جامعه جهانی عقب نشینی نکند. ماکرون گفته است که احتمال دارد آمریکا توافق انجام شده در پیوند به قرارداد اتمی ایران را لغو نکند. در این حال بریتانیا، فرانسه و جرمنی تلاش آغاز نموده رئیس جمهور آمریکا را به حفظ قرارداد اتمی ایران تشویق نماید. اداره ترامپ با قرارداد اتمی ایران مخالفت میکند، اما روسیه، چین، جرمنی، بریتانیا و فرانسه که در این توافق دخیل هستند میخواهند که این توافق به خاطر جلوگیری از برنامه اتمی ایران یک رای بهتر است. تشکر از همراهیتان. اخبار این ساعت در همین جا به پایان میرسد. تا دیدار بعدی، الله نگهدار.